تو این اختلاف ساعت تهران پکن کی میخوای یاد بگیری جانور؟ اگه خواب بودن چی؟ چطور متوری؟ بگو ببینیم خبرها رو. خب خب پس منتظر چی هستیم؟ بفرستیم بیاد دیگه. آره سر پارت قبلی که بوز آوردیم نشد. نابغه ورشکستگی یعنی همین دیگه. نه دوستای چشم بادومیمون با تو دیگه، خودت که بلدی. ببین من همه چشم امیدم به توه ها. آره باشه میرم بابا میرم. خداحافظ. دست شما درد نکنه. با دست خالی چطوری میخوای قطع وارد کنی؟ با اعتبارم. در ضمن شما هم انقدر نگران نباش. به جاش یکم صبور باش. حالا لبخند؟ نه لبخند. مریم جان یادم رفت بهت بگم من امشب دیر میام. شما ها برین خونه مامانی ها، من خودم میرسونم. باشه حتما. خداحافظ. خدا. داره میره شرکت. نه هنوز اینجا. نه خیالتون راحت بشه. نه منو ندیدم. سلام علیکم. سلام در خدمتتون هستم. سلام. سلام. ببخشید من صداتون. کی به اینا گفته بیان اینجا؟
به آقای حیدری بگید بیاد حساب کتاب اینا روشن. سلام. اینا برای چی اومدن اینجا؟ چیزی فهمیدن؟ هر کی سرمایه گذاری میکنه حتما حواسش جمعه آقای سادتی. جواب سربالا به من نده. یه ماه چکاشون گذشته. یه سال که نگذشته. مگه اینکه یکی گوششون رو پر کرده باشه. اینا دیگه بهتر از شرکاتون سوال بفهم این آقای سادتی نه از من. مگه شرکام ضرر نکردن؟ چه دلیلی داره طلبکارا رو تو دفتر ردیف کنن؟ نه خیر. یکی داره این وسط موش میدونه کیه؟ من نمیدونم. وقتی اطمینان نباشه با این حرفا میاد وسط. من از شما خواهش کردم به تعهدتون عمل کنین که نکردین. خشت اولو کج گذاشتین. حالا دیگه کاری از دست کسی بر نمیاد. اینا رو هم که میبینه یه مش بدبخت بیچارن که با هزار این درون در زدن یه قرون دوزار جمع کردن دو دستی تقدیم حضرت عالی کردن. دلشون شوره سرمایه‌شون رو میزنه. خب لازم نیست وجدان شرکت باشی. از اونا بدبخت‌تر خود منم. کارتو درست انجام بده. مگه تا حالا غیر از این بوده؟ رو راست بودن همیشه خوب نیست، مخصوصا تو تجارت. دروغ بگو، در باغ سبز نشون بده، نمیدونم یه کلکی چیزی سوار کن، بذار اینو دست سر ما بردارن، یکم ازشون فرصت بگیر، شاید یه فرجی شو. برای چشم باش با صحبت نیست، نه مالیات اومده. نخیر، الان نمیتونم صحبت کنم، لطفا بعدا تماس بگیر. مامان جو دیرم شده، الان مسیجون میاد. نه مامان جو، هنوز دیر نشده. رفتی مهد با پارسا دعوا نکنی یا خب؟ اگه حرفی باید بزنه میزنمش. نه مامان جو، دختر که کتک کاری نمی کنه، یه ذره خانوم باش. بیا این موزم بگیر تو راه بخور. مامان دیرم شد. نه دیرت نشده، هنوز مسیجون نرسیده. عجله نکن، در در وایسی تا مسیجون بیا. خب؟ پس ما چه مامان خوب؟ قربونت برم. خدافظ. دم در وایسی تا مسیجون بیادا. باشه ماما، خدافظ. جان بیا سوار شو بریم. با بهره چند؟ چه خبره بابا، خیلی زیاده. آره ببین، این نصف پولی هم که من میخوام نیست. رحیم جان یه دقیقه گوش بده. نه گوش بده. ببین باور کن، من تا یه ماه دیگه تمام ماجراهام حله. Thank you.
رفت تو خونه. آره چیکار کنم؟ الو کجایی؟ علیک سلام. خوبی؟ حالم خوب نیست. آخه چرا؟ از دلتنگیه؟ یکی تازه در اومده. نه باور کن، میگن علت سرطانم از دلتنگیه. قرار بود غروب با هم تماس بگیری، بازم گذاشتی شب. مگه نمیدونی شب واسه من سخته؟ آخه امشب شام دعوتیم خونه مادر زنجان. فردا خوبه؟ تونستی برام کاری بکنی؟ به خدا خسته شدم. معلومه که کاری کردیم، اینجا همه دنبال میزن واسه شما که ببینن چه رنگی بهتره. همه چی ردیفه. نه به حرف من اعتماد کن. فردا ساعت 7 رستوران همیشگی. خوبه؟ خودم میبرم میرسونمت که کسی چیزی نفهم. باشه، خداحافظ. خداحافظ. نمیشی؟ من دوست مسی جونم، ماشینش خراب شده، گفته من بیام دنبالت. سارا به مامانت گفتم عزیزم بیا، میخوای خیالت راحت شه؟ بیا برو سوار شو. بله من میرسونمش، خیالتون راحت باشه. خداحافظ. به مامانم هم گفتم دیگه خیالت راحت. شاگردای خودم رو سوار کنم، بعدش میریم دنبال دوستای تو. اجناسمون توی گمرک بلوکه شده، حالا برای چی ما هنوز نمیدونیم. این در حالیه که سررسید پرداخت ما رسیده و ما یا باید اجناس رو به مشتری‌ها تحویل بدیم یا جریمه دیرکرد پرداخت بکنیم. من از شما خواهش کردم تشریف بیارید اینجا تا این مشکل رو باهاتون در میون بذارم و صندوق شرکت رو خواهش بکنم که پر بکنید، چون ما مجبوریم جریمه پرداخت بکنیم و این فقط با کمک شما امکان پذیره. بله. سلام خانم صادقی. چرا گوشی رو برم نمیداری؟ چی شده؟ گوشی رو بده به خودش، سود باش. بله بله چشم، گوشی خدمتون باشه تا بتونیم از این بحران خارج بشیم. بله آقای صادقی، خانمتون پشت خط هستن. مگه نگفتم تو جلسه؟ بله تایم. ما مشکلی داریم که باید این مشکل رو حل کنید. بله چشم. چی شده؟ از مهد زنگ زدن که چرا سارا نیومده. امیر، امیر نکنه سارا رو دزدیده باشن. دزدیده باشن؟ چی داری میگی؟ اشرف خانم میگفت راننده رو دیده، یه خانم بوده، ولی ماشین اون پراید همیشگی نبوده. دوروبر خونه رو گشتی؟ شاید رفته خونه اشرف خانم اینا. آره رفتم رفتم، هر جا فکر میکردم رفتم نیست. خیلی خوب، ناراحت نباش، من الان خودم میرسونم. خداحافظ. ببخشید دوستان، یه مشکلی پیش اومده که من باید برم. کجا میری؟ سارا گم شده، غیبش زده. من میرم و برمیگردم. خیلی من باید بیام؟ نه تو اینجا باشی بهتره. بفرمایید.
خوشمزه بهت میدم تو بخوری، بعدش هم برسیم. آقای صادقی لطفاً آروم باشین، سیستم امنیتی ما خیلی کامله. آروم باشم؟ به خدا اگه بلایی سر دخترم بیاد اینجا رو آتیش میزنه. آقای صادقی من اومدم دنبال سارا جون، اما یه کمی دیر شده بود، ماشینم خراب شده بود، نمیدونستم جفت لاستیک ماشینم پنچر شده بود، خودم هم خیلی تعجب کردم. خب خانم چرا یه زنگ به ما نزدیم؟ دعا کنی دخترم زودتر پیدا بشه و الله یه کاری میکنم تا آخر اون با این حرفه خدافزی کنی. بریم. اجالتم نمیکشه یه جوری حرف میزنه انگار کوتاهی از طرف اونا نبوده. برگشته میگه یه نفر قبل از مسیح سارا رو سوار کرده باشه. ببینم یه نفر قبل از مسیح سارا رو سوار کرده. زنده شدم. هر ماشین پلیس میدیدم از شد خودم میخوند. ممنون. بچه رو که زود برمیگردونی؟ آره. چه دختر نازی. آره من هم برش میسوزم. بهتره به جای اینکه دلت برای این بسوزه، برای خودت بسوزه. این چه کاری بود کردی؟ مگه نگفته بودی و امیر کار داری؟ بچه رو برای چی دزدیدی؟ دزدی چیه فرشاد؟ من رو بچه دزدی؟ با آقای ساداتی باید مثل خودش حرف زد. تو که بهتر از همه میتونی. جناب ساداتی توی مال مردم خوردن به تخصص رسیده. کم بچه ها رو بی پدر کرد. کار تو خیلی بدتر از اون بود. خدا اگه میدونستم همچین نقشه‌ای تو کلته. کم هوشی تو برمیگرده به مرد بودنت. به من چه که نفهمیدی؟ درسته که از سعادتی دل خوشی ندارم، ولی اصلا نمیخوام سر اون طفل معصوم بلایی بیاد. کار خوبی نکردی. لطفا زودتر تمومش کن، بچه گناه داره. همین دل رحمیاته که منو دیوونه کرده. فعلا بای. برای چی اونجا نشستی؟ انقدر نگران اون بچه نباش، کم کم به هوش میاد. امیر تو رو خدا به پلیس زنگ بزن، دارم دیوونه میشم. بذار اول ببینیم چی شده، بعد من الان خودم هم گیجم، نمیدونم دارم چی کار میکنم، بعد فکر کنم. امیر میخوای چی کار کنی؟ زود باش جواب بده دیگه. بله. دخترتون چطوره؟ بله؟ شما؟ یکی که از دخترتون خبر داره. کیه؟ دختر خوشگلی دارید؟ یه زنه. کیه؟ شما کی هستی؟ از جون دختر ما چی میخوای؟ سلام مامان سارا. پیش منه. دروغ میگی؟
همیشه از دروغ بدم میومده. لباس آبی، کفش سفید، کیف زرد با چند تا گیره یه اون. فکر کنم برای ناهارشم ماکارونی توی ظرف غذاش گذاشته بودی، نه؟ نشونیا درسته؟ حالش خوبه. با بچه من چی کار داری؟ اگه شوهر عاقلی داشته باشی کاری به دخترت ندارم. تو کی هستی؟ چی از جون ما میخوای؟ شما باید از خانومت زرنگتر باشی. چقدر؟ پرسیدم چقدر؟ خیلی خوب. 100 میلیون چطوره؟ چی؟ جا خورد. باشه. 200 میلیون. برای اینکه ببینم چقدر دخترتو دوست داری. باشه باشه میدیم. کی؟ 10 صبح فردا. شوخی گرفته مسخره؟ قبلش بهت زنگ میزنم. به نفعته که به پلیس چیزی نگی، چون برای خودت گرونتر تمام میشه. دختر من فقط 6 سالشه. تو رو خدا به اشکالی نداشته باشی، اونو برش گردونی، هرچی بخوایی بهتون میدی. هر وقت پولا رو شمردم دخترت برمیگرده خونه. خدافظ. ببین الو 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 کی بود؟ 200 میلیون تومن تا فردا ساعت 10 صبح. حالا باهات کار دارم آقای امیر ساداتی. امیر تو رو خدا هر طور شده جور کن. چجوری؟ تو این موقعیتم چجوری؟ امیر باید به پلیس خبر بدیم. دیوونه شدی؟ نشدی چی داشت میگفت؟ میخوای سارا رو به کشتن بدی؟ بگرد تا بگردی. همه حسابمو چک کردم، نصف این مبلغم توش نیست. قرض کن امیر، از هر کی میتونی قرض کن. تو میدونی هر روز که میرم شرکت دم در اتاقم از صف طلبکارا سان میبینم. امیر نکنه کار یکی از همونا باشه. خیلی ممنون. متشکرم. ممنون. غذای این رستوران حرف نداره. جوجه که دوست داری؟ آره من که عاشق جوجه‌ام. خب پس شروع کن. بچه‌ای بیدار نشه وقت شهر بشه برم. نه. کسی رو گذاشتم پیشش باشه. کی؟ قرار نیست تو هر چیزی رو بدونی و هر کسی رو بشناسی. این به نفع خودته. عجب دل شیری داری بابا تو. اصلا انگار نه گرزنی. اگه این بلاهایی که سر من اومده فقط یکیش سر تو میومد، تو هم مثل من دل شیر پیدا میکردی. ولی رقمو بالا گفتی ها. میدونم دستش خالیه نداره. بذار خودشو با آب آتیش بزنه. بذار یه شبم تا صابون جوری به خوابه که بابای من خوابید. زیاد نگرانش نباش. حقشه. تا فردا ساعت 9 بعد آماده بشه. دیگه نپرس برای چی، واسه اینکه گرفتارم. به هر کی زنگ میزنیم سند میخواد. خب سند بذار. تو هم دلت خوشه ها. سند بذار. پس کون همه اعتباری که ازش حرف میزدی؟ تو دیگه شروع نکن مریم. دست از سر من بردار. بذار با شوهر خواهرم صحبت کنم. اون روی منو زمین نمیندازه. بهش نمیگم پولو برای چی میخوام. کی؟ همایون؟ مرتی که نرگدای تازه به دورون رسیده. من برم از اون پول بگیرم؟ پس میخوای از کی بگیری؟ بله. سلام آقای بدخون. مگه قرار نذاشتی؟
تو دیگه خفه شو. کی بود امیر؟ هیچکی. من میخوام با امیر صحبت کنم، نظرت چیه؟ میخوای چی بهش بگی؟ میدونی راستش میخوام بهش بگم که دیگه نمیتونم باهات کار کنم. عجله نکن، الان وقتش نیست. تو این روزا اصلا امکان داره بهت شک کنه. در ضمن میدونی اگه کسی از این مسئله بو ببره پای خودت هم گیره. سلام کنم. سلام. خسته نباشی. ممنون. حالت چطور بود؟ خوبه. اذیتت نکرد؟ نه اصلا بیدار نشد. به امیر زنگ زدی؟ آره حالش خیلی خراب بود، گوشی رو قطع کرد. کجاشو دیده؟ از این خرابترم میشه. من میگم تا بوی نبرده تمومش کن. گیتی چرا داری حرفای احمقانه میزنی؟ امیر تا بفهمه که از کجا خورده من دارم تو خیابونای پاریس راه میرم عزیز دلم. بچه‌شو فردا صبح برمیگردونی؟ داری زیاد حرف میزنی، میفهمی؟ قرارداد ما تا آخر امشب بود، درسته؟ پولت هم که گرفتی. اینم قصه آخرت. کار دیگه که نداری؟ آخه من منظورم اینه این بچه. منظورت هر چی که هست برای خودت نگه دار. حالا دیگه بهتر بری خونه، شیک و پیک هم کردی. خداحافظ خان. خداحافظ. به هر کی که میشناسی خودت زنگ بزن، من دیگه این چیزها رو نمیدونم. باشه. کاسه گدایی دست گرفتم، به همه رو انداختم ولی بازم کمه. من دوست مامانتم. تو دوست مامان من نیستی، من مامانم میخوام. بیا دختر گلم بخور. ببخشید، معذرت میخوام که از خواب بیدارتون کردم. شوخی بیمزه ای بود. تا حالا که همه چیز به خوبی پیش رفته، شما هم که سر قولتون هستید. کی اجیرت کرده؟ هر چقدر بهت داده دو برابرش رو بهت میدم. اسمشو به من بگو. باشه بهتون میگم، ولی بعد از اینکه پولا رو شمردم. تو پولم بلدی بشموری؟ زیاد حرف نزن ولی قطع میکنم. از کجا باید بفهمم داری راست میگی؟ تا صدای دخترمو نشنوم دیگه باید یک کلمه هم حرف نمیزنم. بله کاملا حق با شماست، شرط اول بازیه. پس به خاطر اینکه مامان سارا خانوم بی نصیب نمونن و صدای سارا جونو بشنون، گوشی رو بذارید رو آیفون. سارا جون، مامان و بابا میخوان باهات حرف بزنن. الو.
مامان جون، حالت خوبه؟ سلام ماما، من دست ساعتم شستم. چطوری دخترم؟ بلندتر. اما هیچی، صابون نخوردم، از این خواهر من بدم میاد. کسی نظر تو نپرسید. قربونت برم من. آخ، حال خانمتون اصلا خوب نیست، تفلکی. دلم براش میسوزه. بهتره کمتر معطل کنیم، اینجوری به نفع هر دو. من قول دادم، رو قولم هم هستم. کجا باید بیام؟ آخر روی حرف کدوم مرد میشه حساب کرد که تو دومیش باشی؟ مطمئنم مادر نشدی. تو رو خدا اذیتش نکنی، اون فقط یه بچه 6 ساله است. زودتر این پولو بهش بده، شرمشو کم کنه. کجا باید بیام؟ تا یک ساعتت که به این آدرسی که میگم بیا. تنها، هیچ کس باهات نباشه، حتی خانومت. پس یادداشت کن. بگو. بله. الو آقای ساداتی، کار فوری با شما داره. خانم محترم بعدن زنگ بزنید. آقای حیدری با شما کار داره. بوره بابای حیدری هم کرده. بگید به کاراش برسه تا من خودم برگردم. برمیگردی؟ بله بله. چشم، خدافظ. سلام خانم ساداتی، ببخشید من برام کاری پیش اومد نتونستم برم سر قرار. لطف میکنید با همسرتون تماس بگیرید، بهشون بگید که من مجددا باشون تماس میگیرم. کسافت. خدا الو. سلام. چی؟ نمیاد؟ خداحافظ. مگه دستم بهت نرسه زنی که عاشقم؟ سلام، خسته نباشید. دیروز که شما جلسه هیئت مدیره رو ترک کردین، یه خانومی تماس گرفتن، با شما کار داشتن. گفتم که شما نیستین. الان به من اینو میگی؟ بگین کاراتونو. با آقای صداقتی تماس بگیرید. دیگه آقای حیدری هم با شما کار داشتن. بهشون بگیم بیان تو.
آقای ایدری، بفرمایید آقای سادتی. بله. بله بله، گوشی خدمتتون. آقای سادتی، اگه بازم لیست طلبکارا رو برام آوردی ببر برای وقتی که الان حوصله ندارم. بله حق با شماست، بعدن صحبت میکنم. بله سری وصلش کن. معلوم هست داری چی کار میکنی؟ مردم و زنده شدم. سر دخترم چی آوردی؟ چرا سر قرار نیومدی؟ داری با من بازی میکنی نه؟ الو گوش کن ببین، اگه تا امروز عصر دختر منو برگردونی که برگردونی، الو فکر میکنم فراموش کردی داری با یه خانوم صحبت میکنی. برام کاری پیش اومد نتونستم بیام. ساعت 6 بهت زنگ میزنم و قراره تازه رو بذارم. خدافظ. اگه یه بار دیگه قد کرد کسافت. شما کاری داری با من؟ من؟ نه فعلا. به خدا اگه میدونستم بخوای انتقام میگیری امکان نداشت نشون یا این مرده رو بهت بدم. با داره سکته میکنه، گناه داره. نه نگران نباش فریبا. خانومی لطفا تمومش کن. باشه خدافز. ساکت باش، ببند دهنتو. نمیخوام، از تو بدم میاد. تو هر چقدر اینجا داد بزنی مامانت صدا تو نمیشنوه. پس ساکت باش، دختر خوبی باش تا زنگ بزنم مامانت بیاد. بله خانم، پیک هستم. تشریف بیارید دم در، یه نامه دارید بگیرید. باشه اومدم. بسته به دستت رسید؟ بازم تویی؟ چی از جون زندگی من میخوای؟ چرا انقدر زجرمون میدی؟ من حالا حوصله شنیدن این حرفای گوشخراشو ندارم. فرصتی هم برای جواب دادن به این حرفا ندارم. فقط یه سوال، چقدر از گذشته همسرت خبر داری؟ این چه ربطی به تو داره؟ چه ربطی به دخترم داره که دزدیدیش؟ کسافت.
باشه، قطع کن. الو، شک نکن، خودشه. نصف دیگه این عکسم دست توه؟ تا حالا چیزی از گذشتش برای تو نگفته بود نه؟ این یه بازی کثیفه که هر کی یه ذره کامپیوتر بلد باشه میتونه از این کارا بکنه. پولتو بگیر و شرتو از زندگی ما دور کن. باشه، بازم قطع کن. سلام، جناب ساداتی. حال دخترم چطوره؟ حالش خیلی خوب نیست. غذا نمیخوره، حرف نمیزنه، ولی گریه چرا میکنه. امشب چطوره؟ ساعت 9. البته دوباره باید بیابون قرار نمیذارم، یه رستوران دنج. خودمو؟ خودت. لازم نیست که در رابطه با پرونده آقای آریان و شکایتش بهت یادآوری کنم ها؟ فعلاً هم که گیتی به مراد شما نمیچرخه. پس شیطونی نکن تا کارا خوب پیش بره. اوکی؟ مواظب رفتارت باش. شب ساعت 9 رستوران یاس. آدرسشو بلدم. امیدوارم دیگه برات کاری پیش نیاد. ساعت 9 شب باشه. بابا جونت گفت بهت بگم که غذا تو بخوری و دختر خوبی باشی. چرندیات این زنکو که باور نکردی. شکایت، پرونده. امیر داری چی کار میکنی؟ کی از تو شکایت کردی که من بیخبرم؟ منظورش از چرخش گیتی چیه؟ من نمیدونم این زن کیه، ولی مطمئنم داره از طرف رقبام کوک میشه. میخوان منو به خاک سیاه بشورن. مریم میفهمی؟ تو تجارت حتی به سایت هم نباید اعتماد کنی. اگه اینطوره پس چرا زندگی مشترک رو انداختی؟ چرا گذاشتی کار به اینجاها بکشه؟ چرا با بچه‌مون؟ من میدونم چی داری میکشی، ولی این آدمی که داره این بر فتنه میکنه، همین الان باید به پلیس زنگ بزنی. خیلی خوب، خیلی خوب، باشه، عجله نکن. ببین من بهت قول میدم، بهت قول میدم امشب سارا تو تخت خواب خودش بخوابه. باشه؟ آقای سعادتی؟ بله. این نامه یه خانم دادم به شما. خدمت شما. بله. سلام آقای بدقول. تو خفه شو. چقدر از دیدن این قیافه لذت میبرم. فریبا داری خیلی اذیتش میکنی ها. چیه؟ ترسیدی؟ مگه پول نمیخواستی؟ مگه نمیخوای بری اون ور آب؟ این میره پیش پلیس لومو میده ها. اون انقدر پروندهش سیاهی که از سایه پلیس هم میترسه. من دوست دارم ذره ذره آب شدنشو با چشای خودم ببینم، همونجور که بابامو ذره ذره آب کرد. بیا
دوباره سر درد گرفت؟ آره بل نمی کنه. بله سلام فریبا، بچه رو تحویل دادی؟ چیه؟ نکنه باید به تو هم جواب پس بدم ها؟ نخیر دختر جون، بازی تازه شروع شده. یعنی چی؟ فکر کردی اینجا شهر هرته؟ واقعا دیوونه. حالا تو نمیخواد قهر کنی، من که بلیط‌ها رو بهت نشون دادم. هفته دیگه دوتایی کجایی؟ صبر کن، توالت خوب نیست، من میرسونم ات خونه. بیا بشینی بر. تو الان داری کجا میری؟ این زنی که کیه؟ چه خورده حسابی با تو داری که من نمیفهمم؟ دیگه نمیتونم تحمل کنم، الان میرم اداره پلیس. اصلا به 110 زنگ میزنم. وضع از اینی که از خرابترش نکن. مثل اینکه پای چیز مهمتر از دخترت در میونه. نه چرا از پلیس میترسی؟ چرا؟ یکی داره از تو انتقام میگیره، من و دخترم باید قربونی بشیم. مریم، شاید اینم یکی از همون نقشه‌های عجیب و غریبه که کشیدی که مردم از میدون بدر کنی. بس کن دیگه این مزخرفات، چیه داری به هم میبافی؟ دیگه بهت اعتماد ندارم. کار خودت امیر، برای رد گم کردن طلبکارات دختره بهترین توام است. هیچ کس هم شک نمیکنه. مریم یه دقیقه وایسا، مریم یه دقیقه وایسا، بهت میگم. تو چرا متوجه نیستی؟ پای دخترمون وسطه. اگه این زنه یه کار خطرناک بکنه چی؟ یکی باید جلوشونو بگیره یا نه؟ این کارا از تو ساخته نیست. مریم شده مادر جون، امیر کو، سارا کو، این وقت شب اینجا چی کار میکنه؟ همه چی رو برات تعریف میکنم. اتفاقی افتاده؟ الو کجایی؟ نتونستم بیام سر قرار. هزار بار تو نیومدی، یه بارم من نیومدم، آسمون که به زمین نرسیده. حالم خوب نیست گیتی، دست سر من بردار، یه مدتی دورو بر من آفتابی نشون. خودم بهت زنگ میزنم. خب آقای سادتی، من باید با تو صحبت کنم. دوباره گم شو دیگه. چرا سر کلت پیدا شد؟ بیا تو. امیر، امیر درست شنیدم؟ وقتی خبررسون مریم خانم باشه لابد خبرام درسته دیگه. خب چی کار کردی تا حالا؟ هر کاری که یه آدم عاقل تو این وضعیت میکنه. خب بس سارا کو؟ اومدی اینجا چی بگی همایون؟ اومدی حرف خرزنی تو به من بزنی؟ آخه این چه حرفیه تو میزنی؟ این همه رو بلند شما دادم که کمکت کنم، دو تا مردیم داریم با هم حرف میزنیم. یه ذره فکر کن این کار کی میتونه باشه؟ من نمیدونم، هر کی هست اطلاعات دقیقی از من و کارام داره. شکایت آریان مال دو هفته پیش بود، هیچ کی هم جز من و هیئت مدیره از اون خبر نداشت. چرا به پلیس نگفتی؟ دخترم دستشونه، تهدیدم کردن، میفهمی؟ اینقدر طلبکار دور و برم ریخته که میتونه کار هر کدوم از اونا باشه. فقط دعا کن بلای سر سارا نیاد. چه کاری از دست من ساخته است؟ من این امر را نیومدم که تعارف کنم و تعارف بشنوم. اگه به کسی شک داری، اگه پول نیاز داری، اگه نمیدونم هر کار کوچیک و بزرگی که دست من برمیاد بگو انجام بدم واسه. راستش
من الان فقط دارم به سارا فکر میکنم. نه امیر، من میدونم تو پول جور نشده. چک مشتریه، صبح برو بانک نقدش کن. فکر نمیکنم احتیاجی به پول داشته باشه. راستش تو گرفتن پول و پس دادن سارا عجله‌ای نشون نمیده. خب این که خیلی خوبه. تو توی طلبگارات کسی که چشم و دلش سیر باشه یا تو یه جوری بخواد حالتو بگیره نمیشناسی؟ نمیدونم. من باید برم، پری پا به ماست، هر لحظه امکان داره دردش بگیره. ولی گوشیم تا صبح بازه، هر کاری داشتی بهم زنگ بزن. دست درد نکنه، به پری خانم سلام بزن. خدا پس نمیخواد بیایی. بله ده، حرف بزن، حرف بزن دیگه، لام از سب اشغال عوضی، هر دفعه از یه شماره زنگ میزنه. سلام، صبح بخیر. واه 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 واه، چه دختر بد اخلاقی. سارا خانم، خانم کوچولو، گرسنته؟ صبحانه میخوری برات بیارم؟ از من بدت میاد؟ با من قهری؟ چقدر نگران دخترتی؟ خفه شو، امروز چه نقشه‌ای کشیدی؟ به خدا اگه بخوای سنگ قلابم کنی به پلیس خبر میدم. گناهی نکردم که بترسم. تو از پلیس ترسی نداری؟ گوشی رو ده بزنت. با اون چی کار داری؟ زندگیمو از هم پاشوندی. 48 ساعت دخترمو ندیدم. میخوام با اون صحبت کنم. گذاشته رفته، قهر کرده. همینو میخواستی دیگه. زودتر از اینا بعد میفهمید که با چه آشغالی داره زندگی میکنه. صدات خیلی آشناس. کی هستی تو؟ حالا وقتشه. بله. زنگ زدم خونه، شوهرت گفت قهر کردی رفتی. میخوام ببینمت. فکر میکنم ما زنها بهتر حرفای همدیگه رو میفهمیم. حالا میخوای منو دور این شهر بگردونی؟ میدونم که میتونی. حال بچه‌م چطوره؟ خوب نیست. برای یک ساعت دیگه چطوره؟ خب پس یک ساعت دیگه بیا به این آدرسی که میگم. از کجا بدونم این دفعه دروغ نمیگی؟ اگر دیر بیای یا با خودت آدم بیاری، هر چی پیش بیاد پای خودته. باشه، میام. سارا باشه، میخوام ببرم ات پیش مامانت. کیفت بریم. کجا همینجوری سرت انداختی پایین داری میری؟ آفان سرخیز شدی؟ اومدی اینجا چیکار؟ گفته بودی میخوای چند روزا بچه رو برگردونی، اما قصد این کارو بسین که نداری. میخوام خودم برش گردونم. کجا میخوام برش گردونی؟ سب کن اینم. نمیشکن سب کن، بهت میگم سب کن دیوونه. بلش کن این بچه رو، برو تو. احمق، اصلا گیریم که پلیسم فهمید. پای خودت هم که گیره. فریبا میترزم. وای به روزگارت،
وای به روزگار دیگه دست از پا خطا کنی. من میدونم تو پی کنم فریبا، میترسم. خواهش فقط برای چند روز، فقط چند روز اون دهن تو ببند، تو آب از آسیا بیفته. قول بده برش گردون. قول بدم. فقط الان برو بیرون، برو بیرون نبینمت. قول دادی فریبا. برو بیرون. مریم یه دقیقه وایسا، با تو هم بذار من برم سرت کلا میذارن ها. مریم پاشو، میخوام ببرمت پیش مامانت. دروغ میگی. من دروغ نمیگم. پاشو بریم. گفتم حالا بازم با هم قهری؟ الو سلام، من خودم تماس میگیرم. تا من بهت نگفتم از ماشین پیاده نمیشی، همینجا بشین تا من بهت بگم. خب سارا، مامان جون، اول پولا. خب بیا اینم پولا، اول بچم. اگه نمیخواستم تحویلش بدم مجبورم بودم تو این گرما باهاتون قرار بذارم.
اول کیف. ممنون. سارا جون قربونت برم. اینم دختر خانومتون صحیح و سالم. حالت خوبه؟ خوبم. قربونت برم. و اما این پاکت بهتون کمک میکنه که امیر رو خیلی بهتر بشناسید. فکر نکن عزیزم، کتکت که نزد. نه. بیا بابات. الو. سلام بابا. سلام بابا، حالت چطوره؟ حالم بد، خستم. قربون اون خستگیت برم. خب زودتر بیا خونه دیگه. باش مامان، بریم خونه. الو، چطوری؟ بچه سالمه؟ آره خوبه، همه چی خوبه، سارام خوبه. نه اگه کاری داشتم بهت زنگ میزنم. مگه نمیای خونه؟ نه نمیام. از گذشته شوهرت چقدر با خبری، اما امیر از وقتی که یه بچه 10-12 ساله بود اومد توی زندگی ما، به عنوان پادو برای ما کار میکرد. پدر و مادرش وضع خیلی بدی داشتن. پدرش کارگر گچکار معتاد بود و مادرش خونه این و اون کلفتی میکرد. امیر فهمیده بود اگه بخواد با عرق جبین به مال و منالی برسه، موهاش هم مثل دندوناش باید سفید بشه. واسه همین راه میانبر انتخاب کرد، درس خوند و دیپلم گرفت. نامزد شدیم. همین که وکالت املاک و دارایی پدرم رو با حق بازی به چنگ آورد، دیر به دیر سر و کلش پیدا شد. همیشه در حال سفر و کار و هزار کلک سفر کردن دیگه بود. رفت گرفت، دیگه پیداش نشد. فقط با خبر می شدیم که ضرر کرده و باید برای جبران ضرر و زیان ملک دیگه ای رو بفروشیم. برای فراموش کردن این روزهای سخت تصمیم گرفتم از ایران برم. رفتم فرانسه و درس خوندم. با خبر شدم مادرم مرده، پدرم سکته کرده. تنها فرزند بودم، راهی نداشتم جز برگشت. آقای هیدری خوب شد ایران میتون. اینو پیک برای شما برسیم. خیلی دوست داشتی سفر بری، خاطر کمک هایی که کردی و برای اینکه شرمنده‌تون باشم.
بلیت سفر هتل برای یه هفته برای تو گذاشتم. جایی دست باز خودت حساب کن. آقای هیدری چیزی شده؟ نه چیزی نشده. سلام پای سارزی. ببخشید مثل اینکه جلسه داشتیم. اتفاقا جلسه همون تموم شده بود. ببخشید دوستان، میشه خواهش کنم ما رو تنها بذاریم؟ چرا سارا رو نیاوردی؟ به نظر تو همچین مردی لیاقت پدری سارا رو داره؟ تو یه دروغگویی امیر. تو همه این سالا به من دروغ گفتی. من چقدر ساده بودم که حرفای تو رو باور میکردم. کی برگشته؟ باید حد میزدم کار این باشه. فکر کنم باید فیلم زندگی تو عقب ببری و یه دور دیگه ببینی. تو حرفاتو زدی. حرفای منم گوش کن. انقدر عصبانی هم که میتونم فریاد بزنم. دیگه نمیخوام هیچی بشنوم. مریم! دنبال یه وکیل خوب میگردم. چی؟ همین که شنیدی. من با هیچ کسی کاری ندارم. هر کی هم زنگ زد بگین امیر ساداتی مرده. فهمیدین؟ بگین ساداتی مرد. کار خودتو کردی. برگشتی انتقام بگیری نه؟ باشه. پس بچرخ تا بچرخیم. تفلکی دلم برات میسوزه. عکس من تو دست خانم من چی کار میکنه؟ عکس من شما؟ از تو هم باید بخورم؟ به خدا من روحم از این جریان خبر نداره. صبر کن واسه دارم. آره واسه من پاپوش درست میکنی؟ به خدا همه شخصی رو اون فریباز. هم واسه تو دارم هم واسه اون فریبا خانم. صبر کن ببین حالا بهت نشون میدم. آره عزیزم حالت خوبه؟ خوبم مرسی.
دل بابا برات خیلی تنگ شده بود آقا. دل من برات تنگ شده. فدات بشم من. برو یکم بازی کن معلوم میاد پیشه. خب؟ باشم. مریم یه لحظه از اتاق بیاد بیرون، من خودم همه چیزو برات توضیح میدم. مریم جان میبینین مادر، ما نباید بتونیم مثل دوتا آدم منطقی بشینیم با هم حرف بزنیم. آروم باش مادر جان، این شربت رو بخور خستگی در بره، با صبر همه چی درست میشه مادر. آخه میخوام بفهمم چرا رفته حرفای این زن دیوونه رو گوش کرده که چی بشه ها؟ تو یه دقیقه بیا بیرون. من نمیگم اشتباه نکردم، اشتباه کردم، ولی یکم فرصت میخوام. به خدا همه زندگی من تو و سارا هستین. مادر جو بهش امان بده، بذار یه خورده فکر کنه. من باهاش صحبت میکنم، نگران نباش، درست میشه همه چی مادر. بشین شربت بخور. من دیگه میرم مادر. کجا مادر جو؟ چای دم کردم برات. مثلا که جای من اینجا نیست، با اجازه. صبر کن مادر میاد بیرون، بشین یه دقیقه. مریم من دارم میام تکلیفمو با این زن بچه دوز روشن کنم. تو هم به جای اینکه اونجا خودتو زندانی کنی یکم به زندگیت فکر کن. بابا کجا میری؟ برمیگردم عزیزم. برو پیش مادر بزرگ. بازم تو؟ اومد اینجا چیکار؟ بچه رو سپردم دست پدر مادرش. لطف کن کلید ساختمون رو بذار رو میز و برو. به خاطری که میبینی منم دارم میرم. چیه؟ ازت متنفرم، ازت متنفرم، کسافت آشغال، ازت متنفرم. تازه میفهمم چرا عکس منو ساداتی رو دادی دست زنش. چرا منو میفرستادی پی ساداتی؟ چرا این کارو کردی؟ ها؟ فکر کردی اینجا کجاست؟ فکر کردی میذارم گرد بزنی به زندگی منو بزنی بری؟ خفه! تو یکی برای من جانم آزاب نکش. بابت هر کاری که کردی پولشو گرفتی عزیز من. نکنه فراموش کردی زمانی که اومدی پیش من یه مانتوی تاناکارا تنت بود و یه روسری رنگ رو رفته سرت؟ ها؟ اون ماشین زیر پات از صدقه سری منه. اینم پولات. میدونم باهات چی کار کنم. کجا؟ کجا؟ فکر نکن با عذاب وجدان گناهت کمتر میشه. احمق، اگه پای قانون رو بکشی وسط پای خودت هم گیره. جرمتو هم کمتر از من نیست. بس دهنتو ببند، دهنتو ببند، بذار همونجوری که کارت حالا خوب پیش رفته تمام بشه. همونجوری من و تو با هم میریم سر خونه زندگی ما. فلم کن کسافت آشغال. اون یکیرم حاضر کن الان میام میبرم. چشم. دو کیلو از این کیکیازیاتون لطفا. چشم. تازه تازه است. هنوزم مثل قدیما خوشمزه هست؟ بله که خوش. امیر آقا دیگه درسته؟ چطوری کریم آقا؟ لابد کشتید به گل نشسته که یاد ما افتادی. گفتن لابد تا حالا دیگه اینجا رو فروختن. والا با بلایی که شما سرشون آوردین. تا مرز فروختن هم پیش رفتن. اما شما داری حرف اونا رو میزنی کریم آقا.
سرمایه گذاری کردم، ضرر داد، نشد. من مقصرم؟ چرا تو ضرر نکردی؟ چرا تو دنبه کردی؟ ضرر همش مال اون بنده خدا بود؟ من تو رو از 10-11 سالگیت میشناسم. همینجا پشت این پیشخون راه کاسبی رو یاد گرفتی. پس واسه من نگو. نگاه کن. پس توی که توش درس میخوندی و زندگی میکردی هنوز به راهه. آه پسر، دو تا سینه دیگه بیار از اون کیک‌ها. کریم آقا، از فریبا چه خبر؟ هفته یکی دو بار میاد اینجا به حساب کتابا میرسه. چند بار رفتم در خونه پدریش ولی کسی اونجا نیست. با فریبا خانم چیکار داری؟ من باش کاری ندارم ولی انگار اون با من کار داره. راه افتاده و مدام داره تو کار و زندگی من سرک میکشه. قرار بود کیک عروسی تو من درست بکنم، یادته؟ با این خانواده کار خوبی نکردی. این پیغامی که میگم بهش برسونید. بهش بگید اگه از زندگی من پاشو نکشه بیرون، هر چی دیده چش خودش دیده. واسه خیلی عصبانی بود. ماجرا چیه خانم؟ کریم آقا، این دفعه من شاید به این زودیا بر نگردم. اگه اومد چیزی بهش نگید و حواستونم به همه چیز باشه. من خودم باهاتون تماس میگیرم. خلاصه مواظب خودتون باشین. امیر تا زهرش نریزه دستبردار نیست. میتونم. کاملا میشناسمش. به هر حال ممنون که گفتید. باشه. فعلا با اجازه. خداحافظ. خداحافظ. تو اینجا چیکار میکنی؟ الان باید دبی باشی. هری با باید باهات حرف بزنم. یه سری چیزا هست برام روشن نشده، تو امشب باید برام روشن کنی. من نمیدونم در مورد چی داری صحبت میکنی. داری چی کار میکنی؟ خیلی خوب، اینجا جای مناسبه نیست. من شب بهت زنگ میزنم، همه رو برات توضیح میدم. اوکی؟ شب بهت زنگ میزنم. هرچی به ذهنم میرسید و یادم مونده بود براتون نوشتم. باشه، ممنون. در چنین مواقعی پلیس باید اولین کسی باشه که در جریان قرار بگیره. کاملا حق با شماست جناب صاحب. هرچند ما بیخبر نبودیم. متشکرم. خواهش می‌کنم. بفرمایید. هر اتفاق افتاد به من خبر بدید. خواهش می‌کنم. سلام عرض میکنم جناب آقای سادتی، حالتون چطوره؟ شبتون بخیر. اتفاقی که نیفتاده؟ من بعد از شما بپرسم. پاکت رد و بدل میکنی؟ با گنده گنده ها میپری، گرای خونه منو به اینو میدی. بازم بگم؟ باور کنی چند بار میخواستم بیام براتون توضیح بدم ولی شما گرفتار بودین، نمیخواستم مزاحمتون بشم. روزگارتو سیاه میکنم. فرشاد تو منو خوب میشناسی، خب؟ بذار تکلیف این زنیکر روشن کنم. حساب تو رو میذارم کف دستت. اگه اجازه بدین براتون توضیح بدم، متوجه میشین که من اصلا تقصیری نداشتم تو این قضیه. با این حس خرمایی که تو خوردی ما قمار میکردیم. این بود وجدان بیدار و درد و غصه مردم خوردن. آره شما کجا هستین آقای سادتی؟ من باید شما رو ببینم همین الان. خفش و مرتی که عوضی. الو
درست صحبت کن. درست از الان وقتی تصفیه حساب نیست. امیر نیست. شماره یه غریبه است. نکنه فریبا باشه. بله. الان سلام عرض میکنم خانم سعادتی. حیدری هستم. فرشاد حیدری حسابدار شرکت. من نمیدونم چطوری باید براتون توضیح بدم. فقط ازتون خواهش میکنم هر چه سریعتر بریم به این آدرسی که بهتون میدم. همسرتون جناب آقای سعادتی دارن تو دردسر میافتن خانم. به حساب فکر میکنم خودم هم سه روز دیگه اونجا به ساعت شما 6 صبح همه بچه ها رو جمع کن، یه مهمونی درست حسابی، بقیه حرفا بمونه برای بعدن وقتی هم دیگر رو دیدیم. نه فقط خستم. بای فرشاد. پیر شدی تو هم همچین جوون نموندی؟ اومدی زندگی منو ویران کنی و بری؟ آره به همین سادگی. مگه تو همه دارایی بابامو بالا نکشیدی؟ خیلی سخت بود. حرف مفت نزن. اون چه غلطی بود کردی؟ زنمو چرا فور کردی؟ حقت بود. مگه تو خدایی که حق و ناحق بشناسی؟ خفه شو. تو خفه شو که گه زدی به زندگی. خیالت راحت شد؟ پس ضربه این دفعه خیلی کاری بوده. مگه تو به زندگی من گه نزدی؟ مگه تو منو توبه نکردی؟ بازم بگم؟ دهن تو ببند اون چیزایی که بهت میگم گوش کن، ولی جنازه تو میفرستم پیش دوستات. هر جرمی کرده باشم بچه دوزی نکردم، میفهمی؟ میدونی یعنی چی،؟ میتونم همین الان ممنوع خروجت کنم، اون وقت باید خواب هاپولی کردن پولایی که میخوای ببینی، میفهمی؟ نه فقط تو میفهمی. جالبه ولی تو رو چه بیرد خرش کن؟ Thank you.
کل پولو. حسابمو اینجا بستم. پیش من معلق بازی در نیار. بنویس کار دارم میخوام برم. کل پولو بنویس. بنویس میخوام برم. امیر داری چی کار میکنی؟ اون چیه دستت؟ بدون تو زندگی برای من و سارا چقدر سخته؟ پلیس، کسی از جاش تکون نخوره. شمای سادتی، برای روشن شدن بعضی از مسائل باید همراه ما بیاین. چشم باید. فقط اگه اجازه بدین یه دقیقه بفرم. همه چیز رو درست میکنم. مطمئنم. بفهم. مواظب سارا باش. خیالت راحت باشه. منتظرت میمونم. حرکت کنید. شما اینجا بیست. Thank you.